1 می روز جهانی کارگر. اعتراضات منسجم و سراسری کارگران آمریکایی در 1200 کارخانه و کارگاه در تاریخ 1 می سال 1868 و درخواست آنها مبنی بر کاهش ساعت کاری روزانه از 14 ساعت به 8 ساعت زمینه ساز تحولی عظیم در کار و وضعیت شغلی کارگران شد. در چهارم ماه می سال 1886 و در چهارمین روز اعتصاب و تجمع کارگران آمریکایی در شهر شیکاگو، پلیس به روی آنان آتش گشود که شماری کشته، عده‌ای مجروح و 4 تن نیز اعدام شدند و از آن پس تاریخ 1 می به احترام کشته شدگان روز جهانی کارگر نامگذاری شد. در جهت پیشبرد عدالت برای افراد شاغل به کار در تمام نقاط جهان، سازمانی با عنوان سازمان بین‌المللی کار به عنوان یک نهاد خودمختار و وابسته به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1919 برپا شد که تاکنون 350 کنوانسیون و معاهده بین‌المللی در خصوص اشتغال و حقوق کارگران و کارفرمایان به تصویب رسانده است و کشورهای امضا کننده را موظف به رعایت این قوانین می‌نماید. در شرایطی که نرخ بیکاری و رقابت برای یافتن کار در کشورها بالاست، بیکاران ناچار می‌شوند با حقوق اندک وارد بازار کار شوند که در نهایت به گسترش فقر می‌انجامد. به همین جهت و برای جلوگیری از پیامدهای نامطلوب دستمزدهای پایین، دولت‌ها با تصویب قوانینی مناسب حداقل دستمزد کارگران را تعیین می‌کنند. اما متاسفانه هنوز اقدامات گسترده سازمان بین‌المللی کار و دولت‌ها مانع از پایمان نشدن حقوق کارگران در اقصی نقاط جهان نشده و نتوانسته امنیت شغلی را فراهم سازد. از عمده مشکلات کار در جهان میتوان به نبود تشکل‌های مستقل کارگری، قراردادهای کاری موقت، شفافیت قراردادهای کاری، بیمه بیکاری، رعایت نشدن پایه حقوق، اعمال تبعیض در زمان استخدام بر پایه دین، عقیده، نژاد، جنسیت و پیشینه خانوادگی اشاره داشت و این در حالی است که اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده 23 به برخورداری از هر شخص از شغل دلخواه در شرایط منصفانه و رضایت بخشی از حمایت در مقابل بیکاری و دریافت مزد منصفانه فارغ از هر گونه تبعیض اشاره داشته است. هر ساله و با هدف جلب توجه افکار عمومی به معضلات کارگران، 1 می در کشورهای زیادی از جمله ایران جشن گرفته می شود. اما متاسفانه در چند سال اخیر بزرگداشت روز کارگر در ایران همراه با اعتراضات مردمی و فعالان کارگری و در نتیجه آن سرکوب، بازداشت، شکنجه و زندان از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران همراه بوده است و بسیاران شهروندانی که پس از گذشت چند سال از دوران محکومیت خود همچنان در زندان هستند و از کوچکترین خدمات درمانی، بهداشتی و حق مرخصی بی بهره ماندند. متاسفانه در دهه اخیر معضلات کاری شهروندان ایرانی دوچندان شده است و علاوه بر موارد عنوان شده با مشکلاتی همچون عدم پیدا کردن شغل مناسب با رشته تخصصی خود، ساعات کاری طولانی، عدم دریافت معوقات مزدی و بیمه‌ای نیز گریبانگیر هستند و البته این شرایط برای بانوان به مراتب دشوارتر است. 4 تا کارگر رفتن خودشون آتیش زدن برای 1200 لعنت به این زندگی، لعنت. از اساسی ترین مشکلات شاغلین در ایران میتوان به عدم قانون کار شفاف و متناسب با نیاز کارگران و رعایت آن اشاره نمود. قانون کاری که در ماده 41 اشاره دارد که حداقل دستمزد باید بر اساس نرخ تورم به گونه ای تعیین شود که معیشت و زندگی برای کارگران قابل تامین باشد، اما این موضوع در واقع مورد غفلت قرار گرفته است و هیچ تناسبی بین نرخ تورم و حداقل دستمزد شاغلین مشاهده نمی شود. و یا ماده 51 قانون کار مقرر نموده است که ساعت کار کارگران در شبانه روز نباید از 8 ساعت تجاوز نماید و در ماده 52 برای کارهایی که سخت و زیان‌آور و زیرزمینی خوانده می‌شوند 6 ساعت در روز را بیشتر مجاز نمی‌داند. به رغم آن همه می‌دانیم و هر روز می‌بینیم که هیچ کارگری با این مقدار کار قادر به تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای خود و خانواده‌اش نیست.
از عمده پیامدهای نبود امنیت شغلی در ایران میتوان به موارد زیر اشاره داشت: افزایش مشاغل کاذب همچون کولبری، زباله‌گردی، دستفروشی، دورگردی و فروش انواع مواد مخدر، افزایش فاصله طبقاتی در جامعه، کاهش امید به زندگی به خصوص در جوانان، افزایش انواع بیماری‌های روانی، خودکشی و خودزنی، افزایش پدیده‌های منفی در جامعه همچون دزدی، کودک همسری، کودکان کار، فحشا و روسبیگری، افزایش انواع خشونت در جامعه به خصوص خشونت خانگی. ما فعالان حقوق کارگری با استناد به ماده 22 و 23 از اعلامیه جهانی حقوق بشر، خواهان تأمین امنیت اجتماعی، مالی و شغلی تمام شهروندان شاغل در ایران هستیم و امید داریم که دولت جمهوری اسلامی ایران با رعایت معاهدات بین‌المللی که خود آنها را پذیرفته است، زمینه اشتغال و رفاه مردم را فراهم سازد و توجه ویژه نسبت به قشر ضعیف جامعه و کارگران داشته باشد. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید، لایک و یا دیسلایک بفرمایید و نظرات سازنده خود را با ما به اشتراک بگذارید.